با سلام و درود مخاطبان گرامی، وقت شما بخیر. اطلاعات از اتحاد جنگی بین ایران و عربستان علیه امارات متحده عربی وجود دارد در جنگ سودان. این موضوع اتحاد جنگی عربستان و ایران یک موضوع بسیار مهم است که کل خاورمیانه را میتواند هم امنیتش تأثیر بگذاره و هم امنیتش خراب کنه. به اساس گزارشات هزاران پهپاد ساخت ایران و عربستان تحویل داده شده و نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل مثل که اشتباه 76 ساله را دوباره مرتکب شده، با تشکیل دولت فلسطین مخالفت کرد و این در صورت است که باید بسیار خوشحال می بود که پیشنهاد برشان شده در جنگ چند جانبه که علیه زینا برا افتاده، مناسب ترین پیشنهاد همی بود که دولت فلسطین اینا به رسمیت بشناسن. اما اول از کابل، به نظر می رسه که حملات چریکای جبهه آزادی بر پاسگاه های طالبان افزایش یافته و این افزایش قسمان بعد از شکست کنفرانس دوحه و تحریم طالبان برای شرکت نکردن در کنفرانس دوحه افزایش یافته، افزایش پیدا خواهد کردی تو معلوم میشه. 5 کشته و زخمی در چهارراه گل سرخ کابل بر جا مانده. چهارراه گل سرخ حوزه 4 امنیتی، 3 طالب کشته و 2 نفر زخمی. و همچنان در منطقه پنشیروات واقع حوزه 11 هم 4 نفر از طالبان مستقر در پاسگاه کشته شدند. خب، موضوع اصلی به دنبال درخواست دولت سودان، ایران تأمین پهپاد نیروهای مسلح سودان برای مبارزه با نیروهای واکنش سری، یعنی یک جنرال رقیب حکومت سودان که با حکومت می جنگه، در مقابله با او آدم اینا پهپادهای جنگی را فرستادن به سودان. اینطور فکر میشه که نیروهای واکنش سریع اوکراین از سوی امارات متحده عربی حمایت میشن. ایران و عربستان سعودی برای اولین بار در تاریخ به یکدیگر پیوستند، اینطور به نظر میرسه، برای کمک به عربستان. ایرانی ها در جنگ نیابتیشان علیه امارات متحده عربی در سودان وارد عمل شدند. بر اندازه که روابط اسرائیل با امارات گرمتر میشه، فشار بر امارات از استقامت های به اصطلاح از موضع عربستان و اسرائیل در مناطق دیگه بالا اینها اضافه میشه. امارات متحده عربی یک موقعیت بسیار آسیب پذیر داره، تقریبا در خانه شیشه ای زندگی میکنه. اگر کار به جاهای باریک بکشه و جنگ سراسری شود در خاورمیانه، امارات متحده عربی سهل و آسان از استقامت های مختلف مورد هدف قرار میگیره. گزارش های ای است که ایران هزاران پهپاد به عربستان فرستاد. کارشناسان با استفاده ایران از حریم هوایی عربستان برای تحویل پهپادها به سودان اشاره کردند. یعنی میدان هوایی عربستان در جنگ سودان با وسیله ایرانی ها استفاده می شود. یعنی ای به این معنی که عربستان کاملا از امریکا خود دور کرده، در حال دور شدن است.
عربستان سعودی مثل که از جمله کشورهایی است که فهمیده که در آسیا جنگ تاریخی به خاطر پایان دادن به نظام تک قطبی غربی آغاز شده است و اینا آینده را میبینند. ارتش سودان قبلا شهرها را از شورشیان پس گرفته و اولین دستاورد قابل توجه ارتش در 10 ماه درگیری است. ایران تحویل پهپادها را که آغاز کرده ای به این معناست که جناح امارات عربی با او قوای واکنش سریع در موضع ضعیف قرار دارند. جالب است که امارات خودش یک کشور نیابتی است، اینا نیروهای نیابتی داره در سودان علیه نفوذ عربستان بیشتر اونا کار میکنن. دلیل شامی است که بین عربستان و امارات از قدیم هم نیکو بر سر جزایر خرد و کوچک دعواهای مرزی است، یعنی اختلافات مرزی بسیار شدید دارند. نتانیاهو اشتباه 76 ساله را دوباره تکرار کرد، میگه هرگز معامله دو کشوری یعنی ایجاد کشور فلسطین در پهلوی اسرائیل وجود نخواهد داشت. خب این خود گفت نتانیاهو است. دلیلش هم است که در جنگ و در جنگ در 4 ماه دستاورد ندارن، اینا بسیار عصبانی هستن. اما عصبانیت به معنای استقرار وضعیت نیست. نتانیاهو قطعنامه رو پیشنهاد کرده که در او اسرائیل هرگز کشور فلسطین به طور یک جانبه به رسمیت نمیشناسه، فشار بین المللی را رد میکنه. فلسطینی ها گفتن ما برای موجودیت خود نیاز به اجازه اسرائیل نداریم. جنگ حالا گپ از اونجا خطاب خورده که مثلا بگوین که اسرائیل اجازه میده یا نمیده. اسرائیل خودش در یک جنگ مرگبار کشانده شده و از این چونین پیشنهادات باید طبیعتا استقبال بکنن. اما نتانیاهو برعکس کار میکنه. وزیر خارجه فلسطین گفته خب وزیر خارجه مو وزیر خارجه که بیشتر با اسرائیل رابطه نزدیک دارن تا با حماس. او گفته که عضویت کامل کشور فلسطین در سازمان ملل متحد و به رسمیت شناخته شدنش از طرف کشورها نیازی به اجازه گرفتن از اسرائیل نیست. که منبع الجزیره گزارش کرد. اما حماس چی میگه؟ کسی که اسرائیل در جنگ کشانده. اینا میگن که این جنگ جنگی است به خاطر پایان دادن به غصب زمین های فلسطین توسط اسرائیل. ای عزیز ها بیا میبینن تصمیم اسرائیل بر امتناع از به رسمیت شناختن کشور فلسطین مثلا یک موضوع خصوصی اسرائیل است، اما توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده فلسطین. اسرائیل مهم نیست که به رسمیت بشناسه، جنگ مخاطر در جریان است. خب البته حماس هم اسرائیل به رسمیت نمیشناسه، یعنی معادل مثلا ضدیت اسرائیل در ارکان حماس هم است. خب حماس گفته که ای به منزله چالش بر نظام بین‌المللی است و رفتار رژیمی را نشان میده که از قوانین و قطعنامه‌های بین‌المللی طفره میره. حق فلسطین برای تعیین سرنوشتشان انکار میکنه. البته کدام حق؟ کشوری که پایتختش بیت المقدس باشد. این حماس میگه. بنابراین ما میبینیم که در برابر اسرائیل یک نیرو یک ایدئولوژی بسیار آتشین قرار داره. سیاست اسرائیل از آغاز مذاکرات بیش از 30 سال پیش یعنی بر بنای خرید زمان بوده تا
بیشتر اراضی فلسطینی ها را غصب کنند، شهرک بسازند. این مسائلی است که در اعلامیه حماس رسما دوباره مکرر شده است. گستره فلسطینی باید یهودی سازی شود، شهرک ها کلان شوند و این یک واقعیت جدید بر مردم فلسطین تحمیل شود. ای در صفحه تلگرامی حماس این موضوع مطرح شد. خب این خود جهان اسلام است. در جهان غیر اسلام چی است؟ رئیس جمهور برزیل جنگ اسرائیل در غزه را با هولوکاست هیتلر مقایسه میکنه. رئیس جمهور برزیل میگه آنچه در غزه برای فلسطین تحمیل می شود در هیچ لحظه تاریخی دیگه وجود ندارد. فقط در زمانی که هیتلر به تصمیم به تصمیم دست جمعی کشتن یهودیان گرفته بود. یک مثالش یعنی یک نمونهش در زمان هیتلر دیده شده. نمونه دومیش تصمیم اسرائیل است در برابر فلسطین. یعنی نقشه که هیتلر در برابر یهودیان داشت امروز اسرائیل در برابر فلسطینی ها دارد. خب نتانیاهو البته از رئیس جمهور برزیل بسیار عصبانی شد. به حواله روزنامه یوروشلیم پست نتانیاهو گفته که سخنان رئیس جمهور برزیل شرم‌آور و جدی است و این سخنان درباره بی اهمیت جلوه دادن هولوکاست است. شما میبینید چقدر موازی تندروها از هم دور از واقعیت ها و دور است. خب متوقف کردن تندروها امکان نداره، اما خودشان میفتن. نتانیاهو میگه که مقایسه اسرائیل با هولوکاست نازی و هیتلر عبور از خط قرمز است. کجاش خط قرمز است؟ در ظرف 4 ماه 29,000 نفر کی کشته؟ یعنی تقریبا معادل هیتلر است و کشتاران اسرائیل. خب اینا میگه نه، ما که بر دفاع از امنیت خودی قرار میکنیم و با رعایت قوانین بین‌المللی. اینجا دیگه بیخی خود در کوچه حسن چپ میزنن. 29,000 نفر کشتن، یک مدنیت شهری منهدم شده. این رعایت بر اساس رعایت قوانین بین المللی است؟ خب یک صدر اعظم اینطور میگه، یعنی چرا اینطور میگه؟ به نظر شما به خاطر از اینکه دیگه چیزی گفته نمیتونه. جنگ در اصول باختن، در اصول جنگ باخته شده. خب واشنگتن پست گزارش داد که امریکا در چند روز آینده سلاح‌های سنگین مختلف و نوع از جمله انواع بمب‌ها، مهمات و بمب‌های MK82 همراه با موشک‌های هدایت شونده دقیق در اختیار اسرائیل قرار می‌دهد. خب این سلاح‌ها در کجا استعمال می‌شود؟ در غزه و در لبنان. خب در لبنان ممکن است چانس زیاد نداشته باشند. حزب الله یک نیروی نظامی بسیار مخوف است، اینا رو پاسخ میده، اما در بیشتر در غزه استعمال خواهد شد و استعمال این سلاح ها در غزه عواقبش هم بسیار بسیار سنگین است. منتها فقط موضوع زمان است. ایلان پاپ یک مورخ اسرائیلی است. درباره نسل کشی در غزه میگه که حتی اما یوم نکبه، یعنی اما روز شوم، روز شوم اما 1948 میگن که اسرائیلی ها حمله کردن، فلسطینی ها را از خانه هایشان بیرون کردن که تا امروز بیرون ماندن، او را یوم نکبه میگن. میگه حتی اما نکبه که اسرائیل ایجاد اسرائیل از طریق پاکسازی قومی فلسطینی ها از سرزمینشان در 1948 بود، این حادثه که امروز جریان داره غیر قابل تصور تر است.
یعنی با آنچه که میبینیم در ظرف چند ماه چنین یک فاجعه اتفاق افتاده که با یوم نکبه قابل مقایسه نیست. این مورخ اسرائیلی میگه که ما در 3 ماه اول یک دوره به اصطلاح 2 ساله هستیم که شاید بدترین نوع وحشتی هستیم که اسرائیل میتونه بر فلسطینی ها تحمیل بکنه. خب شاید چی؟ پایان پروژه صهیونیسم هستیم. مورخ اسرائیلی میگه چیزی که در جریان است نشان میده به ما که پروژه صهیونیستی در حال ختم شدن است و هیچ شکی هم نیست. بسیار عجیب نیست این ادعاها؟ این نقطه نظرات افراد نخبه های اسرائیلی. چرا؟ میگه این پروژه تاریخی در حال ختم شدن است و پایانشان بسیار خشونت آمیز خواهد بود. مورخ اسرائیلی می افزاید که این پروژه هایی که معمولا به شدت از بین می روند، خب بنابراین برای قربانیان پروژه بسیار پرتلفات خواهد بود. قربانیان پروژه خود اسرائیل است و قربانیان همیشه اسرائیل خود فلسطینی است که در کنار یهودیان هستند. یعنی می خواهی بگوید که این پروژه 2 قربانی داره، هم خود یهودیان است هم فلسطینی ها است که به خاطر یک هدف یا آجندای غیر یهودی و غیر فلسطینی اینا قتل عام میشن. او یک آدرس مثلا یهود بین الملل که مرکزش در امریکاست به او اشاره میکنه. مثلا با این حال فروپاشی به این شکل یک خلا ایجاد میکنه، خلا ناگان ظاهر میشه مثل دیواری که ترک خورده ناگان فرو میریزه، در یک لحظه میفته. این یک پیش بینی کرده مورخ اسرائیلی. خب چی؟ باید برای ناپدید شدن یک دولت یا فروپاشی یک پروژه استعماری شهرک سازی باید ما آماده باشیم. خب یک چیز واضح است، هر کس به جایگزینی برای اسرائیل فکر میکنه نباید به دنبال مدلایی باشه که مثلا جایگزین دولت در حال فروپاشی شود. یعنی فروپاشی اسرائیل جلوگیری نمیشه با وسیله یک دولتی که مثلا مثل همی در نظر گرفته شوه، که یک دولت مثل همی باشه که تا از فروپاشی جلوگیری شوه. نه، یک مدل دیگه باشه. حتی یادآوری میکنه مدل حاکمیتی که در زمان عثمانی ها بود در منطقه، او مدل باید در نظر گرفته شود به جای حاکمیت فعلی اسرائیل. چرا؟ میگه اون مدل های دولت کلاسیک دوره دولت عثمانی لاقل یک جامعه متفاوت بود، هویت های جمعی و جوامع متفاوت و مختلف با گرایشات مختلف بسیار با یک احترام در کنار همدیگر زندگی میکردند. یک همزیستی و همگرایی بود. اما زمانی که اسرائیل آمده چیزی به نام همزیستی وجود نداره و ای دیر یا زود داستانش به پایان میرسد. ای فرمایشات مورخ اسرائیلی بود که نامش ایلان پاپ است.